در تجمعات اخیر هفت‌تپه بازداشت شدند. پشت پرده این عملیات چیست و تصاویری آشنا در تلویزیون ملی ایران؟ اینه که تحلیلی از شرایط ایران به جاسوسی و نفوذ در فضای ایران را توضیح میدم. اون چیزایی که یادم میدادن به خاطر این بود که همه چسبید مثل یه پازل، تبدیل شد به یه عملیات. اعترافات زندانیان سیاسی و امنیتی، جاسوس موساد و عامل ترور شهید مسعود علی محمد، محصول مشترک صدا و سیما و وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه. سامان، امیریال، امیرعباس. دوبار این آقا به من زنگ زد، خودتو آماده کن تو هم به زودی میای داخل. گفت کسی رو اگه سراغ داری حضانت بچه تو بده. چه اتفاقی برای بچه من میفتید؟ خیلی وحشتناکه. شهرزاد ابراهیمی 2 سال پیش با همسر و پسرش به سوئد پناهنده شدن. پس از 7 سال سکوت، آنها از داستان اتهامات واهی و پخش اعترافات تلویزیونی برادرش مازیار ابراهیمی سخن میگوید. یه شنبه صبحی بود، به من یکی از دوستانم تماس گرفت، گفت فقط تلویزیونای ایران اگه مامان اینا دارن قطع کن و بیا اینجا. به من گفت ما یه تیزری تو تلویزیون دیدیم که یه برنامه به نام کلوب تروره. اعضای این تیم تروریستی در تور اطلاعاتی کشورمان گرفتار میشوند. چجوری بعد من پدر مادرم رو توجیه، چون بالاخره فردا شبش قرار بود، یک شنبه شب قرار بود این برنامه پخش بشه از تلویزیون. بعد آمادهشون میکردم. خلاصه ای از مستند کلوب ترور آماده است. ببینید. ساعت 7:30 صبح یک شنبه 54 روز بعد از اینکه مازیار رو بردن، ما بعد این همه مراجعه‌ای که داشتیم، ما مازیار رو تو تلویزیون دیدیم. من مازیار ابراهیمی هستم، به نامهای مستعار. من تو حال بودم، من موبایلم رو گرفته بودم. در این عملیات من مسئول عملیات بودم. این که پخش شد، من فقط یادم اینقدر جیغ زدم که دیگه از حال رفتم. اعزام کردم به اسرائیل و در اونجا. خرداد 1391 مازیار ابراهیمی در تلویزیون ملی ایران اعتراف می کند که برای آموزش به اسرائیل رفته و پس از بازگشت دانشمندان هسته‌ای ایران را ترور کرده. بالای 600-700 تا کاپ خوردم، رو سخون شکسته کاپ خوردم. واقعا تحمل شکنجه ها رو دیگه نداشتم. وقتی میگفتن اعدامت میکنم، آقا بیگناه، میگفت خب میری بهشت. اگه بیگناهی میری بهشت. از نماینده محترم دادستان عمومی و انقلاب تهران، منو بردم پیش قاضی صلواتی شعبه 15. خیلی بد با هم صحبت کرد. بگو کاری که کردی. گفتم من هیچ کاری نکردم. برو یه هفته بهت وقت میدم با آقایون همکاری کن. البته برای شکنجم تناب انداختن گردنم. من مصاحبه مازیار که دیدم کاملا شوکه شدم و من برادرم، بالاخره باش بزرگ شدم، زندگی کردم، میشناسمش. بابک ابراهیمی برادر مازیار هم ایران را ترک کرده. او در ترکیه پناه جوست. من از سال 2006 تقریبا سوریه زندگی میکردم، همونجا هم ازدواج کرده بودم و کار گیریم میکردم تو سوریه. و سال 2012 خونه پدرزنم بودم که ساعت 4 صبح ریختن من دستگیرم کردن. به درخواست حکومت ایران، نیروهای امنیتی سوریه بابک و همسرش که اهل سوریه است را بازداشت میکنند. همسرش پس از 2 ماه آزاد میشود، اما بابک را به لبنان میبرند. توی زندانای زیرزمینی حزب الله لبنان بودم. یه آقای ایرانی شروع کرد با من صحبت کردن که میدونی برای چی گرفتیم تو؟ گفتم نه. گفتش که من همونی هم که برادرتو داغون کردم. و 3 روز اول فقط شکنجه میکرد من. پس از 18 روز بازداشت در لبنان، بابک به ایران برده میشود و در سلول‌های انفرادی زندان اوین تهران حبس می‌شود. وقتی که رفتم ایران شروع شد. بعد یه مدت که گذشت گفتن که زنت هم گرفتیم.
زنت هم گرفتیم، بچت اینجا داره به دنیا میاد به زودی و بچتو میخوایم بدیم به پرورشگاه بزرگ کنن. چون خودت زنت که اعدام میشین، پدر مادرت هم لیاقت اینو ندارن که بچه بزرگ کنن. اگه بچه بلد بودن بزرگ کنن، تو داداش جاسوس بار نمیمدی. بازجویان وزارت اتلاعات او را متهم به مدیریت یک شبکه بین المللی جاسوسی برای اسرائیل میکنن. این آقا، یعنی من، رئیس باند اینا تو سوریه بودم و عملیات‌های برون مرزی رو بر عهده داشتم. اما خانواده بابک نمی‌دانند بابک در زندان کدام کشور است؟ لبنان، ایران یا سوریه؟ جلوی پدر مادرم نمی‌تونستم بگم بابک هم بردن، یعنی نمی‌خواستم اون لحظه اونو متوجه شن که بابک هم الان چند ماهه که بازداشته و یک سال هیچ خبری نداشتیم. اینجا من مسئول عملیات بودم. اعتراف به ترور دانشمندان هسته‌ای تازه شروعی برای تهدید و وحشت علیه خانواده مازیار بود. خانواده من داغون شده. داغون شده. پسرشون زیر اعدام بود. مطمئن بودن که اعدام میشه بعد از این اعتراف. همه همین فکر میکنن. امروز روز تولد مازیاره. خب داری گریه میکنی که؟ برای مازیار کیک آوردی؟ تولد مازیار کیک رو برید جاله براش. من یه لحظه شک نکردم به بی‌گناهیشون و نه من، نه پدرم و نه مادرم. مأموران وزارت اطلاعات این بار به سراغ داماد او می روند. در زدن، در رو هول داد و اومد تو. یه نفرشون گفتش که این برگه شماست. سربرگ وزارت اطلاعات بود. نوشته بود که شما به اتهام اجماع و تبانی اقدام علیه امنیت ملی از طریق جاسوسی برای ترور دانشمندان هسته‌ای. اصلا من این برگه رو دیدم، نشستم رو زمین، اصلا خالی کردم. هر دوتامون کنار هم بودیم. گفت طول نمیکشه زیاد، فقط بریم که حقی از کسی ضایع نشه. گفتم آقا مشکلی نیست. من مادرم همون روز حالش بد شد و همون زمانی که حسین رو داشتن میبردن اورژانس اومد تو خونه. حسین نقیب سادات هم در سلولهای انفرادی اوین حبس میشود. مادر مازیار دچار سکته مغزی میشود. مازیار، دامادش حسین و برادرش بابک هر سه متهم به جاسوسی برای اسرائیل و ترور دانشمندان هسته‌ای می شوند. اتهام هایی که حکمش قطعاً اعدام است. ما می رفتیم دم اوین، هم یه آقای خیلی جوونی رو من دیدم که جلوی سرش خالی بود، موهای بوری داشت، چهرش خیلی کریه بود. اسمش آقای مصطفی پور. چی بهتون گفت وقتی که اونجا رفتی تو اتاقش؟ به من فقط گفت اگه من زیاد می رفتم میگفتش که تو بابات حالش چطوره خانم ابراهیمی، با این لحن بابات چطوره. من اصلا میگفتم این منظورش چیه؟ یعنی منظورش این بود که اگه خیلی حرف میزنی اینجا من اونم برمیدارم میارم. در زندان اوین بازجویان حسین را تحت فشار میگذارند تا قبول کند به تیم مازیار برای ترور دانشمندان کمک میکرده. آموزش هایی که دیدی در اسرائیل و تو سوریه، گفتم من سوریه رفتم ولی من اصلا اسرائیل نرفتم. گفتش که نه تو خودت خبر نداری، نمیدونی تو کجاها بودی و تو پشتیبانی کردی کارهای مازیار و تمام کارهای پشتیبانیش توسط تو بوده. ما اصلا میاریم مواجهت میکنیم، تو اصلا انگار یادت نمیاد. ما رو اعزام کردم به اسرائیل و در اونجا آموزش کار با مواد منفجره. پس از پخش اعترافات تلویزیونی مازیار، بسیاری از دوستان و اقوام ارتباطشان را با خانواده او قطع می‌کنند. همه می‌ترسیدن با ما ارتباط داشته باشند. همه، من بودم و شوهر امیر حسین و پدرم و مادرم. ما 4 نفر فقط بودیم در کنار هم. اتفاقی که برای خودم افتاده اصلا مهم نیست. خانواده من خیلی مهمترن. من پدر مادرم هر موقع میبینم خجالت میکشم. پدر مادر من سکته مغزی کردن. داداشم هر موقع میبینم خجالت میکشم. اصلا هیچکی سراغم نیومد. یعنی نه بازجویی شدم نه چیز شدم. فقط بلم کرده بودن تو سلول، داشتم دیوونه میشدم. اوایل فکر خودکشی میکردم، بعد فکر چیزای دیگه. اصلا
آدم دیوونه میشه اونجا. التماس میکردم فقط بذارید بفهمم با بچه‌م به دنیا اومده، بچه‌م چیه. در خارج از زندان شهرزاد با نوعی دیگر از مزاحمت و شکنجه روبرو می شود. ماموران وزارت اطلاعات مرتب به او زنگ می زنند. یه آقای با من تماس می گرفت، می گفتش که حسینم اعتراف کرد، حسینم مثل مازیار به زودی تو تلویزیون نشونش می دن. بعد یه بار به من گفت اگه جواب تلفن منو ندی بدتر از این سرت میاد، چون تو هم به زودی داری میای این تو. این بار بازجویان شهرزاد را تهدید میکنن که او را از پسرش جدا خواهند کرد. من تصمیم واقعیت رو بگم، من تصمیم گرفتم که گفتم دیگه پدر مادر من توان اینو ندارن که بخوان منم ببرن. چه اتفاقی برای بچه من میفته شما خب میدونین، این قضیه اصلا اسمش هم خیلی نمیتونی اسمشو به زبان بیاری، خیلی وحشتناکه. واقعا میخواستم پدر مادرم و امیر حسین رو سوار ماشین کنم برم تهیه دره. اینقدر به این فشار اومد واقعا. واقعا این تصمیم رو گرفتم. هفت ماه پس از بازداشت مازیار، بیگناهی او برای دستگاه‌های امنیتی، قضایی و بیت رهبری محرز می‌شود که اتهام ترور دانشمندان هسته‌ای سناریویی بوده که بازجویان وزارت اطلاعات در زندان اوین نوشته بودند. بازپرس ویژه قوه قضاییه اومد دقیقاً اینو به من گفت، گفت بلایی که باش، گفت شما رو سلاخی کردن، بلایی که سر شما آوردن آمریکایی‌ها آدمای ما رو که بردن گوانتانامو این کارو باهاشون نکردن. آموزش کار با مواد منفجره. پس از این ماجرا مازیار و سایر متهمان از سلول‌های انفرادی به داخل بند منتقل می‌شوند. میمدن از ما به عنوان دلجویی کردن تهدیدمون می‌کردن که میرید بیرون با کسی حرف نزنید، فلان نکنید، مصاحبه نکنید، این کارو نکنید. بی گناه آزادتون نکنیم، با گناه برتون گردونیم دوباره. خب ما میگفت خب باشه، حالا معذرت خواهی میکنه، خب چرا آزادمون نمیکنه؟ برای حفظ آبروی نظام فعلا شما رو نمیتونیم آزاد کنیم. در سال 88 من برای آموزشای بیش از 100 نفر متهم به ترور دانشمندان هسته‌ای شده بودن. اعترافات 12 نفر از آنها از صدا و سیما پخش شد. به غیر از یک نفر همه آنها آزاد شدند. کارای وثیقه و این داستان با وصف این موضوع که میتونن بیگناهی بازم با وثیقه شما را آزاد. بله 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 هنوزم وثیقه دارم. هنوز وثیقه است. نمیدونم، فقط بالاخره معجزه اتفاق افتاد. اما پس از آزادی آنها با مشکلات دیگری روبرو میشوند. از دست دادن شغل و اموالشان. شرکت نمایندگی نصب و آموزش تجهیزات تلویزیونی مازیار از بین می رود. بابک هم دیگر نمی تواند به سوریه بازگردد. حسین که مهندس عمران است، پیش از زندانی شدن سرپرست کارگاه توسعه مثل سرچشمه بود. پس از آزادی دیگر کسی حاضر به همکاری با او نیست. متوجه شدیم که ما یک کد سنا گرفتیم. این یک کد قوه قضایی است که مثل کد ملیه. یعنی اگه بخواستن کار بدن بر اساس اون یعنی شما دقیقاً افساد فعل ارز و محاربه در پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای، اصلا ما این برگه رو دو مرتبه دیدیم. این پرونده هنوز بسته هست و هنوز بازه. هنوز هست. دو سال پیش همه فرزندان خانواده ابراهیمی تصمیم میگیرن ایران را برای همیشه ترک کنن. مازیار به آلمان پناه میبرد. خانواده شهرزاد به سوئد. بابک به خانواده هشم در ترکیه پناهجو هستند. این زندگی بود که جمهوری اسلامی از من گرفت. هم آیندمو گرفت. هم آینده بچه‌هامو گرفت. و الانم خیلی جالبه که بچه من به 4 زبون صحبت میکنه و هنوز از من میپرسه که من باید آخرش به چه زبونی حرف بزنم و کجایی ام. و من هیچ جوابی براش ندارم چون بچه‌م بی وطنه الان. مدتی پس از خروج از ایران، مازیار 7 سال پس از اعترافات تلویزیونی برای اولین بار
سکوتش را می شکند. او گفت که برای اسرائیل کار می کرده و عملیات ترور فردی را هم رحمت. مصاحبه مازیار مقامات حکومت ایران را مجبور به عکس العمل می کند. دریافتند کسانی که به عنوان متهم ترور دانشمندان هسته‌ای به اعترافات تلویزیونی در صدا و سیما واداشته شده بودند بیگناه بوده. دلش به حال ما و مردم ما و جامعه ما است. اگر ایشان باید از ثابتی نشده باشه با به مطالیه به شکایات برابر زمابط مقررات قانونی رسیدگی میکنند. مازیار پیش از خروج از ایران از وزارت اطلاعات، صدا و سیما و روزنامه کیهان شکایت می کند. اما شکایت او به جایی نمی رسد. بعد که آزاد شدیم، شاق شهریاری می رفتیم برای کارامون، رئیس دادسرای 27 جنایی و جرایم خاص تهران. یه اعتراضی می کردیم، می گفت چی داره می کند؟ خدا شاید اینجا پاشنه اتاق منو در آوردن که یه چند تاشون فعلا اعدام کن برای خانواده شهدا و برای حفظ آبروی نظام. برای حفظ آبروی نظام اونها رو مجبور میکنن برای 5 سال سکوت کنن. به آقای شهریاری گفتم که آقای شهریاری من الان دارم میرم بیرون، من پسرم نمیدونه من کجا بودم، پدر مادرم نمیدونن من کجا بودم، بهشون چی بگم؟ بگم کجا بودم؟ دوستام نمیدونن. گفتش که آی نقیب استادت برو، مثل آب خوردن اعدامتون میکردن. به این صراحت، مثل آب خوردن، برو زندگی تو بکن. بله آقای شهریاری. آقای شهریاری گفتم که خیلی ممنون. محمود صادقی یکی از نمایندگان مجلس بود که این پرونده را پیگیری میکرد. همین هسته یا چون بعدشون از نزدیک دیدم متهم رو دیگه شب خواب میبره. مجید جمالی صبح امروز اعدام شد. یکی دیگر از متهمان ترور دانشمندان هسته‌ای مجید جمالی فشی بود، قهرمان کیک باکسینگ، و در اردیبهشت 1391 با حکم قاضی صلواتی اعدام شد، یعنی 2 ماه پیش از دستگیری مازیار و سایر متهمان. 2 نفر که از فیلتر آموزش‌های تل‌آویو بالاترین نمره را کسب کرده‌اند مأمور انفجار می‌شوند. مجید جمالی فشی هم در فیلم اعترافات مازیار نشان داده شد. راست و دروغش من نمی‌دونم، ولی با اتفاقی که برای خودم افتاده به هیچ عنوان باور نمی‌کنم. امیدوارم یه بدبختی مثل ما نبوده باشه. اینو از ته قلبم امیدوارم. من آماده کرده بودم برای عملیاتی خیلی زیادی طبق آموزشایی که من توی مجید جمالی فشی همچون سایر متهمان در تلویزیون ملی ایران به ترور مسعود علی محمدی دانشمند هسته‌ای ایران اعتراف کرد. من اینجا از دادگاه محترم تقاضا دارم در رابطه با محاربه، تقاضای اعدام متهم رو خواست دارم. اما تناقض‌های زیادی در فیلم اعترافات او دیده می‌شود. طبق مهری که توی پاسپورتم بود من یه اسرائیلی بودم که اومده بودم آذربایجان، داشتم برمیگشتم. اطلاعات به دست آمده توسط سربازان گمنام ایمان. در این برنامه یک پاسپورت اسرائیلی نشان داده می شود که گفته می شود مجید جمالی فشی با آن به اسرائیل سفر کرده. این پاسپورت فتوشاپ شده، چرا که نسخه اصلی این پاسپورت به عنوان نمونه پاسپورت اسرائیلی در سایت ویکی‌پدیا است. عکس او برخلاف قوانین رو به دوربین نیست. بسیاری معتقدند او هم تحت شکنجه اعتراف کرده. میگفتن که مجید جمالی فشی اصلا راجع به همه تون اعتراف کرده و چیزه، میخواییم بیاریمش جلوی خودتون شهادت بده که باهاتون همکاری کرده. تابستان امسال محمود صادقی خواهان توضیح وزیر اطلاعات درباره پرونده اعدام جمالی فشی و سایر متهمان به ترور دانشمندان هسته‌ای شد. در حدود 10 تا سوال که بعد کتبی به انضمام مستندات، نه اینکه روزه بخونن شفایی. در واقع یعنی اینطوری که بیاد بگه و خوشو باش کنیم تماشا بره دور همین. اینکه در واقع بعد مکتوب بده، مستند بده. اگه میگه مثلا به فرض جمالی فشی و اعدام شد، بقیه خب تا پای اعدام رفتن، همینا برامون اعدام بشن. بنیاد خیریه رهایی از شکنجه
به پناهجویانی که خشونت و شکنجه را تجربه کردند مشاوره روانی می‌دهد. مدیر این بنیاد بریتانیایی می‌گوید داده‌های آنها حکایت از نهادین شدن شکنجه در زندان‌های ایران دارد. I wish that it was not so many from Iran who are coming. دلم می‌خواست ایرانی‌های کمتری به اینجا می‌اومدن. متأسفانه بسیاری از اونها ایرانی‌اند. اونا شکنجه‌های وحشتناکی رو تجربه کردن، هم فیزیکی و هم روانی. برای ما روشن شده در ذات ساختار حکومت ایران شکنجه روزمره و عادی شده. واقعاً وحشتناکه. اما تجربه کم بازجویان اطلاعات را باعث اعترافات اجباری می‌خواند. کارشناس ضد جاسوسی نبوده. کارشناس‌های حوزه دیگه‌ای بودن. اومدن روی پرونده کار کردن و به هر حال این اعترافات در اون سامان گرفته. تا به امروز هیچ یک از آمران و عاملان شکنجه به اعترافات اجباری شناسایی، محاکمه یا حتی توبیخ نشدند. 6 ماه پیش فردی از کانال تلگرام جعبه سیاه به مازیار ابراهیمی پیغام می‌دهد. این شخص خود را مأمور سابق سازمان اطلاعات سپاه و عضو تیم مسعود مولوی معرفی می کند. او مدعی می شود تلاش های آنها به آزادی مازیار و سایر متهمان کمک کرده. بعدها مشخص می شود این شخص خود مسعود مولوی بوده. مسعود مولوی از طریق اسکایپ با مازیار دوباره تماس می گیرد. عکس هایی از خود برای مازیار می فرستد. اما مازیار او را هیچگاه ندیده. ما هم چشمن داشتیم. من نمیدونم کیه. فقط صدا شنیدیم. ما صدا رو میشناسیم. مسعود مولوی یکی از عوامل امنیتی ایران بود که 2 سال پیش این کشور را ترک کرد و به ترکیه رفت. حتی در صدی احتمال نمیدادند که بنده زنده بمونم. او در کانال تلگرامی جعبه سیاه مطالبی مبنی بر فساد مالی و اخلاقی مقامات قضایی، امنیتی و بیت رهبری ایران منتشر کرد. شامگاه آبان ماه امسال، مسعود مولوی به همراه دوستش در یکی از خیابان‌های استانبول قدم می‌زند. فردی ناشناس ناگهان او را به گلوله می‌بندد. این تصاویر آن لحظه است. مسعود مولوی در جا کشته می‌شود. مقامات ترکیه درباره انگیزه قتل مسعود مولوی اطلاعاتی منتشر نکردند. اما انگشت اتهام به سوی دستگاه‌های امنیتی ایران نشانه رفته. از وقتی که مسعود مولوی کشته می شود، فعالیت کانال جعبه سیاه هم متوقف می شود. بابک و همسرش می گویند مسعود مولوی را به خوبی بیاد می آورند. این مسعود مولوی دیگه تو سوریه هم از تو سوال پرسیده، درسته؟ این آقای بازجوی ایرانی گفتش که من همونی هم که برادر تو داغون کردم. این آقا مسعود مولوی بود. خانم من دختری یکی از افسرهای عالی رتبه سوریه‌ایه و خیلی راحت اینو دیده بود بدون چشم‌بند و هیچی. خود منم اینو همش توی راه لبنان که بودیم این همش چرت میزد و من اینو میدیدم قشنگ. صدای مولوی رو که برای من فرستادن من گوش کردم، من اصلا تمام موهای بدنم سیخ شد. یعنی دقیقاً همون لحظاتی که این داد میزد سر منو، گفتش که من زنتو میارم جلوت میدم عربا بهش تجاوز کنم بچت بیفته و فلان بشه. عملیات بعدی ما عملیات شهید احمدی روشن بود. امروز کاملا مشخص شده که متهمان ترور دانشمندان هسته‌ای بیگناهند. پس چه کسی میتواند پشت این ترورها باشد؟ پیش از کشته شدن، مسعود مولوی در پیامی به مازیار مدعی می شود تیمی از داخل وزارت اطلاعات ایران پشت ترور دانشمندان هسته‌ای بودند. اثبات صحت گفته‌های او مشکل است. مشخص نیست او خواسته از همکاران پیشین خود انتقام بگیرد یا احتمالاً اسنادی داشته که می تواند این موضوع را ثابت کند. اگه اینا نبودن کیا بودن؟ دستگاه امنیتی ما فریب خورده. حالا این فریبه، باز این شاهده هست که این فریب هم همون کسایی دادن که این ترور رو کردن. یعنی اگر ترور در هنوز دستگاه اطلاعاتی ما میگه ترور کار موساد بوده، ترور ها و احتمالا فریب ها هم کار موساد بوده.
نماینده رهبر در وزارت اطلاعات که آقای آخوندی بود اومد به لطف شما آقای امام زمان یک توطئه دولتی کشف و خونسا شد که با این ضربه مهلک تمامی خوشحالم که دستگیر شده. تشکر میکنم از بچه های اطلاعات. 10 سال از ترور دانشمندان هسته‌ای می‌گذرد. دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران هنوز نتوانستند آمران و عاملان این ترورها را شناسایی و دستگیر کنند. اعضای دستگیر شده این تیم سازمان یافته تروریستی متأسفانه، اما آنچه مسلم است، بازجویان وزارت اطلاعات زندگی ده‌ها انسان بیگناه را به اتهام این ترورها به سیاهی کشاندند. اینو سنگ درخت اصلا انگار نمیخواد ول کنه. تأثیراتی که گذاشته، حالا به لحاظ فیزیکی میگم تو زندگی، حالا روحی و روانیش بماند. کلی قرص اعصاب باید بخوری. یه زندگی عادی نداری، به کسی نمیتونی اطمینان کنی، رابطه خوب نمیتونی. میخوام یه چیزی بخونم، تمرکز ندارم. زندگی مازیار برمیگرده. واقعا بازیار میتونه مثل یه انسان معمولی زندگی کنه. من که خودم تا مرگ رفتم و برگشتم، فقط معجزه منو نجات داد. واقعا کی پاسخ گوه؟ من یک نفرم، مازیار، دو، بابک، سه، خیلی دیگه از بچه هایی بودن که داخل این پرونده خانواده هاشون از دست رفتن. این یه واقعیته. پدر و مادر من، پدر و مادر شهرزاد، خواهر برم.